میزرو یکی از اسباب‌های ملی تاجیکی بوده، سازی توری است و با میزروب نواخته می شود. کوسش مرود شکل بوده، از چوبی توت یا چرمست اومده می گردد. این اسباب موسیقی تخمیناً در عصر 14 پیدا شده، احتمالاً با تغییریابی تنبور به وجود آمده است. باری اول در اشعار خواجه حافظ شیرازی و در رساله عبدالقادر مراغی ذکر شده است. تصویر اولی سه‌تار در مینیاتورهای عصر 16 نیز مشاهده می شود. در عصر 18 سه‌تاری دارای 4 تار پیدا می شود که زود سه‌تار را عوض می کند. در روزی کوسه سه‌تار از 26 تا 30 سانتی متر، برش از 12 تا 16 سانتی متر و عمق آن تقریبا 13 سانتی متر بوده، عادتاً از چوبی درختان میوه‌دار ساخته می شود. در روزی دست از 40 تا 48 سانتی متر و بری دسته 3 سانتی متر است. در گذشته سوستراشون یک نو استخوان، معمولاً استخوان شتور را برای پوشاندن آن و برای زیباتر کردن سه‌تار، اینچنین برای زیاد کردن مهلت استفاده برای آن، از چنین اشیاها استفاده می بردن. ساختار کاسه می تواند یک پارچه چوب باشد یا از سرکش‌های علاهیده و یک جایه ساخته شود. سه‌تارهای معاصر دارای 4 تاری متالی می باشند. در تخته دستی 25-27 پرده بسته‌بندی شده از روده‌های جانوران یا ابریشم ساخته می شوند. اسباب سه‌تار از دو قسم عبارت است: کاسه و دسته. برای صدا برداری خوب و شنوا سرپوش را 5-6 سوراخچه می کند. در عموم سه‌تار 120 تا 140 سانتی متر ساخته می شود. در آخر دسته گوشک‌ها را جایگیر می کنند. تارهایش از سیم عبارت است. سه‌تار را اصلا با انگشتی اشارت می نوازند. در سرچشمه‌های تاریخی عصرهای 18-19 سه‌تار را با بربط و بعضاً با تنبور مانند کردند. این مانندکنی ها بیشتر در بدخشان و دیگر منطقه ها اشاره شده است. سه‌تار اسباب معمولی ساکنان ناحیه های شرقی و جنوبی کشور می باشد. سه‌تار را در وادی درواز و کلاب به همین نام در وادی قراتگین و دیگر ناحیه های جنوبی استفاده می کنند. سه‌تار در عالم موسیقی تاجیک موقع بزرگ داشته، صدای فرام و دلنشین دارد. بجز از تاجیکستان سه‌تار در کشورهای با میخورد که با ما رابطه های دیرینه فرهنگی دارند. سه‌تار را از سه‌تار اسباب توری هندی باید فرق کرد که نامش احتمالاً از سه‌تار فارسی زاده سازهای توری اسباب شرق گرفته شده است. تکنیک نواختن سه‌تار خیلی مرکب بوده، مشق‌های طولانی و منتظم را طلب می‌کند. سه‌تار از خانواده تنبورها است، اما امروز از نگاه اسلوب نوازش، شکل دسته و شیوه‌ها به تار خیلی نزدیک می باشد. سه‌تار در گذشته 3 تار داشت و حالا 4 تار دارد که تار سیومی چوریمی آن و هم نزدیک بوده در یک وقت نواخته می شوند. سه‌تار در کشور ما میانی خواست آن محبوبیتی خواسته داشته. مشهورترین سه‌تار نوازان کشور گلبگ سعادتوف، محمد عطا توالایوف، گرمیچ زوقبکوف و دیگران بودند که این اسباب ملی را با مهارت بلند می نواختند و آهنگ‌های فارم و دلنشین ایجاد میکردن. سازی سه‌تار، ساز سه‌تار نام دارد، یکی از سازهای خلقی مردم کوهستان به حساب رفته، سازی تاری و از چوبی زردالو، از چوبی چهارمغز، از چوبی توت، همین چوبهایی که همین سخت می باشند تیار کرده می شود. ساز سه‌تار در قدیم در شکل وای بود است، میده، حجمش میده تر بود است و سه‌تار داشت است. در پیش، در دوره پیش، به خاطر همین فکر میکنم که از همین سبب نامش سه‌تار، چون که سه‌تار داشت است. دو طوری که اساسی که می نوازند همون آهنگ اساسی و یک طوری که یوری دهنده یعنی فون می تید. بعد رفته رفته ممکن در بمرور زمان موسیقی ها و سه‌تار نوازان پیدا شدند که
آهسته آهسته اینا اکشاف دادن، تارهاش زیاد شد، بعد پرده هاش زیاد شد. اگر نیم اون وقتا یک دو سه پرده داشتم، اینجا اون چیزهای فقط چیزهای خلقی می ناختن، اون آهنگوی خلقی. بعد اینا با پرده ها زیاد شدن، تارها زیاد شدن، دو حجمش کلان شد. امی خیلی نب تو با همین روزی ما آمده رسید. و باز یک چیزی دیگر قید کردن در کار است که سه‌تار رو دیگر مثل دیگر چیز با میزروب نیو با نخونک نوخته می شود. یعنی که این بسیار چیز نازک است، این مهم است که اون شیرین ها و اون نازک های سه‌تار رو می دهد با اون نخونک. اگر میزروب خطی نوزی مثل امون دیگر است بابا یک چیزی عادی می براید. سه‌تار از اساساً همین در آهنگ در دو سیم نواخته می شود، همین دو سیمی اول. دیگر سیم هایی که این یوری دهنده یعنی که همچون یک رزونتور فون می دهند. اساسی آهنگ در فقط در همین دو سیمی اول. اینو فون می دهند. در افغانستان با همین شکل ولی نامش تنبور نام دارد. دولت همسایه افغانستان مثل همین است ولی کمکک شکلش دیگر است. کسخونش یک گیرچه او تنبور نام دارد ولی بسیار مانند است صداش. خیلی در هندوستان است سه‌تار هندی به همه معلوم است یک سه‌تار کلان. یعنی که همون یک اویلند یک مثال گفتم ممکن است که یک اویله. در ایران است سه‌تار در این دولت های شرقی هستند خیلی اسباب که مثال مانند تمبری آوازشون با یک دیگر مانند ولی که از بعضی با چیز ها از یک دیگر فرق میکنند با اون چیز نوختن و پرده و اون صدا و باز فرقتشون بینشون هست. در صنعت تاجیک تو اون آیه که من یاد دارم یکی از سه‌تار نوازان مشهور همون دوره عصری گذشته و عصری نو استاد محمد عطا توالایف این اسباب رو بسیار به درجه بلند برآورد. یعنی که گفتم ممکن است که همین نوآوری بسیارتر همون استاد با همین ساز در آورد و بسیار آهنگوی بهترین ایجاد کرد که تا حاضر صدا میتند و ممکن جاویدان نباشند. در تمام دنیا را بسیار مشهور کرد این سازی سه‌تار. باز استاد مرادبک رمضان بود که اون کس میخوند این سازی سه‌تار خاطر همون سه‌تاری که گفتیم مایده قدیمه بود هنه در دست همون استاد همون سه‌تار بود خطی همون زمزمه میکرد محافظی میکرد میخوان ولی استاد محمد عطا توالایف بسیار پروفسنالی این رو اجرا میکرد و به همین درجه و پروفسنالی آورد همون سازه. حاضر همین از یکی از آهنگوی معمولی استاد محمد عطا توالایف رو پیشکشی بینندگان میگردونیم. رفته رفته اینا تو دوره ما باز مثال استاد اقبال ذوقی بیکوف که باز این مکتب دیگر دارد مثال سه‌تار باز یک اصول نو پیدا کرد در سه‌تار و یک مکتب دیگر را جاری کرد. مثال استاد محمد عطا مکتب خاص خودش داشت، استاد اقبال ذوقی بیک مکتب خودش. اساساً همین دو رویه
در سه‌تور بسیار معمول هستند در این تاجیکستان. باز هستند سه‌تور نوازان در بدخشان، بردوف خداپناه بسیار سه‌تور نوازی خوب، مختار مبارک آدموف در این انسامبلی پومیری بزمورو کار میکنند فولکلوری. خوب هستند بسیارند، ولی من چند نمودش چند هنرمندانی نامیه نمبر کردم. حاضر در سوزی سه‌تور یک سرود خلقی برای تماشابینان پیشکش میکنیم با همراهی دوستم ارگش رحمانبکوف دایره نواز، پیشکشی تماشابینان میگردانیم. من خدا من بنده بده سوی هم بری، غیر از تو نیست در دلم ارمان دیگری. لاله لبت نباد چو قند است و شکری، من بحر تو کبابم و شاید تو بنگری. زباغی عشق اگر گل چیده باشی، خیالی عشق اگر فهمیده باشی، خیالی عشق اگر فهمیده باشی، اگر چند زمان رنجیده باشی، اگر چند زمان رنجیده باشی، گه بر دل گه بر دیده باشی، گه بر دل گه بر دیده باشی. همیشه یاد رو یاد میکنم، گل هسته که بود یاد میکنم، اگر صد یار جا نداشته باشی فدایی تارمو یاد میکنم، فدایی تارمو یاد میکنم. ای هوای سیر گل چیده نداره که بل بل مسته نالی